جوزیفر عزیز خیلی خوش آمدی، خوشحالم که مجدداً میبینمت. زنده باشی. خیلی باعث افتخار منه. خواهش میکنم بعد از اون سریال خوب، زنده باشی، فیلم خوب، ممنونم، سناریوی خوب، همه اونایی که من دوست دارم کنار هم قطار شدن از حجازی هادی جوزیفر عزیز. یک نکته که الان خیلی مهمه، فضای فرهنگی امروزه. تو به عنوان یک هنرمندی که در واقع داری کار میکنی، من الان بیشتر از تو از سال 77 فکر میکنم دیگه وارد عرصه، از 80 وارد عرصه شدی، یعنی مدیریت فرهنگی صفار هرندی و جنتی و حسینی و آقای دکتر صالحی و اینا. فضای فرهنگی امروز رو چگونه ارزیابی میکنی؟ والا سرگیجه داره به نظر من، به خاطر اینکه همیشه فضاهای فرهنگی پاشنه آشیل دولت‌ها بوده، به خاطر کوبیدن هر دولتی. شما برگردید از همون موقعی که من وارد فضای دانشگاه شدم، یعنی سال 77 اینا، دوران آقای خاتمی اینا، بله بله، یعنی بهترین مهاجرانی، نه این مهاجران، بله بهترین جایی که میشد حمله کرد، مستقیم حمله کرد، حوزه فرهنگی بود، به خاطر اینکه سندیتی وجود داشت که یک عکس میتوانست ملتهب کنه شرایط رو و دولت‌ها رو تو لاک دفاعی ببره. برای همین همیشه احتیاط بیش از آن چیزی بود که باید میبود. حالا بجز یک دوره طلایی که توی تئاتر من میتونم بیشتر نظر بدم، چون ما توی تئاتر بودیم، دوره‌ای که داشتیم اون موقع، من یه جایی گفتم ولی چون تقطیع شده حرفا استفاده میشه کلی فوشم خوردیم، ولی مثلا تو دوره احمدی نژاد، لااقل دوره اولش، ما تو حوزه تئاتر هم پول بود هم ممیزی به کمترین حد ممکن رسیده بود. حالا کاری ندارم به مدیرانی که می اومدن و ما متاسفانه یک عکس رو میکنیم نماد فضای فرهنگی، دوره اولشون رو دارم عرض میکنم، به خاطر اینکه همسو بودن همه با هم دیگه، یعنی کسی نمی اومد دست بکنه تو حوزه فرهنگ و مدرک و سندی بگیره و بخواد علیه دولت استفاده کنه. خیلی فضای پیچیده ای هست الان. الان به نظرم من اگر مشاوره میدادم به دولت‌ها و مخصوصا الان، میگفتم آقا ساکت کنید مدیرانتون رو، یعنی تو حوزه عمل یک اتفاقی داره میفته، تو حوزه حرف یک اتفاق دیگه میفته. من اولین مدیریتی که زیاد مصاحبه میکنه، من نمیدونم این میزان مصاحبه برای چی لازمه که اینقدر اینا مصاحبه. به نظرم من زمانی که یهویی معروف شدم، یعنی دو تا فیلم بازی کردم، مثلا یهویی شناخته شدم، من خب یه اینستاگرامی داشتم که 200 تا فالوور داشتم. بعد اون شهرت من هنوز داشتم مدل هادی جوزفر قبل این فیلم ها می نوشتم، میدونی، هنوز تجربه نکرده بودم که آقا هر حرف تو میتواند تیتر بشود. الان تفاوتی که الان با قبلت داری اینه، زمان برد تا من رسانه رو بتونم بشناسم، زمان برد تا یه ذره محافظه کارتر، یه ذره مسئولانه تر در رابطه با کلماتم حرف بزنم. من فکر میکنم بخشش از این حوزه ناشی میشه، یعنی هنوز شاید اصلا قصدش اون چیزی که به زبوف میاره نیست، ولی یک موج ایجاد میشه، یه 10 تا موج باید ایجاد کنن تا بفهمن که آقا تو استفاده از کلمات باید یه ذره سختگیرتر باشه. کاملا. هادی جوزیفر بعد از این اتفاقات تلخی که تو ماهای گذشته افتاد، الان مدیریت فرهنگی، خب طبیعتا طبیعیه که اهالی هنر واکنش نشون میدن، اعتراض میکنن، نمیتونن، اهالی هنر بله. آدمای باسوادی هن. بله. من معتقدم بسیاری از اهالی هنر باسوادتر از بسیاری نمایندگان مجلس، بسیاری از دولتمندان، با صراحت اینو من عنوان میکنم، ما بلد. یعنی باسوادترن، یعنی سواد سیاسی دارن، یعنی در واقع الان باید مدیریت فرهنگی چه کار کنه و جامعهشون رو بهتر میشناسن، خیلی جامعهشون رو بهتر میشناسن، درست میگه. الان باید چه کار کنه مدیریت فرهنگی؟ باید یک کاری بکنه دیگه، این محیط آرامش بده. چگونه باید آرامش بده؟ ببینید، بحران، توی بحران بله شرایط به هم میریزه،
آقای جیرانی، ببینید مثلا خب یک سری مشکلات برای یک سری از بچه‌های تئاتر به وجود اومده بود توی الان که میگن شرایط خرابه که حوزه تئاتر، نه منظورم توی آره شلوغی ها آره. و اینها بود آره اون بچه‌هایی که گرفتن بله ما مثلا خیلی از بچه‌های دیگه با کمک همین بچه‌های ارشاد در حال پیگیری اون پرونده ها بودن، اتفاقات خوبی هم افتاد، ولی یک توی اعلان رسمی ادبیاتشون با اون چیزی که داره اتفاق میفته متفاوته. ببینید یعنی آدم یا نمیدونم فکر میکنم این تیبونه که سخنرانی ها برای راضی کردن یه جناح بخش تندرو و افراطی احسن در پشت پرده اقدامات دیگه، ولی داستان این که اتفاق میفته اینه که تا همچین تیتری میاد ما حمله میکنیم. من خودمو دارم میگم، من کاری به بقیه ندارم، نه تکلیف مورد اصلا، یعنی من هیچی نمیفهمم از سپهر سیاسی ایران بی سوادترین آدم رو کنم، چون 88 یه باوری داشتم یک اتفاق، الان واقعا دیگه فکر مونم یا مال سنه یا هر چیزیه، به همه چیز مشکوکم و تلاش میکنم که بتونم مدل دیگه ای برخورد کنم. حالا میگم خیلی هم علاقه ندارم وارد این صحبت ها بشم، نه به خاطر ترس نه به خاطر هیچ چیزی، به خاطر اینکه هر وقت هر چیز رو 100% مطمئن بودم توی بحث سیاسی، یک سال بعد دو سال بعد 100% به نتیجه رسیدم که اشتباه بوده. به خاطر این اصلا نمیشود روی یک چیزی پافشاری کرد، جز شناخت، جز شناخت جامعه، جز رسمیت دادن، جز پر کردن خلأها. یعنی یک زمانی بین جامعه تصمیم گیرها تصمیم سازها یک فاصله ای هست که اون فاصله رو آدمهای محرم باید پر کنن و برسونن و آگاه کنن حاکمیت، که به نظر من مشکل اصلی ما اینجا هست که همه میگن مردم، من میگم مردم نظرشون، شما میگید مردم نظر، ما اصلا نفهمیدیم مردم کیه. بالاخره مردم مجموعه ای از نظرات مختلفه، یعنی تا وقتی به تکثر باور نداشته باشیم ما، حد در نمیگم تمامش رو در نظر بگیریم، لااقل یک حداقلی وجود داشته باشه که یک سری طیف ها توش قرار بگیرن که ما بتونیم حرف بزنیم که باعث تشتت نشه. آقای جنانی ما نمیتونیم دیگه، این اختلافات اینه به خونه ها رسیده، به پدر و فرزند رسیده، به زن و شوهر رسیده، میدونید اصلا یعنی خیلی ترسناک شده. ما در سیاسی ترین دوران جمهوری داریم زندگی میکنیم. من 44 سال تو جمهوری بودم، حداقل میتونم بگم که بخش اولش تو مطبوعات بودم، بخش دومش هم باز تو مطبوعات بودم و خبرنگار بودم. سیاسی تا این دوره ما جمهوری هستیم که در این شرایط خاصی قرار داریم. حالا من وارد سیاست نمیخوام بشم، عرصه هنر، عرصه سینما که تو توش هستی بله. و عرصه یه تکثری داره که اون تکثر الان دچار محدودیت شده بله. با مشکلی که برای بردان لیلا به وجود اومده که نباید به وجود میامد. چرا جلوی این فیلم رو گرفتن؟ بله. باید این فیلم اجازه میگرفت اکران میشد. آقا یه خانش دیگه میده از یک جامعه، تو میتونی راجع به این خانش صحبت کنی، حرف بزنی، گفتگو کنی. اگه ما الان گفتگو نکنیم که همه چیزا میاد تو خیابون، باید گفتگو بله. کنیم که نیاد بله. تو خیابون. اصلا آقا گفتگو بشه، نقد بشه، حمله آفره. بشه حتی آره. ولی از راه خودش، اینی که من به خودم این اجازه رو بدم در هر مقامی که هستم، وقتی یک چیزی پروسه سخت و طولانی رو طی کرده و مجوزهاش رو گرفته و اومده ساخته شده، حالا نمیتونم به یک بار حذفش کنم. آخه سیستم حذفی کی جواب داده؟ اصلا سیستم حذفی اصلا جواب نداره تو ایران. اولین باره که یک مدیریت فرنگی افتخار میکنه به سیستم حذفی. من بازم فکر میکنم این از همون گفتگوهایی که برای جنایتون بله بله, بله, بله بله اصلا، چون میگم عمل کردی که آدم میبینه یا مواضع همدلانه ای که توی جلسات خصوصی خیلی از بچه‌ها به هر حال برای حل شدن مشکلاتشون رفتن، شاهد اینا بودن، اصلا نمیخونه با اون داستان.
یک مدیر فرهنگی باید بتونه 3-4 طیف رو راضی نگه داره و یک کار دیگری انجام بده، یک چیز رو حذف کند، امکان اجازه. اینجوری که نمیشه مدیریت کرد، اینجوری یعنی کار سختی هم دارن آقای جیرانی. من اصلا نمیخوام بگم، من صحبتم فرد نیست، من صحبتم اینی که آیا شما میدانید چه چیزی مجاز هست و چه چیزی نیست؟ من یه زمانی توی شهرستان کار میکردیم، من دانشگاه بودم تو شهرستانم کار میکردم تهران، نمایش جلپشت‌ها کار برگزیده جشنواره دانشجویی شد و توی فجر، بعد همون متن رو ما شهرستان کار کردیم، اومدیم منطقه جلوی ما رو گرفتن و ما رو بردن سینجیم کردن. گفتیم آقا، میگفت اون مال تهرانه، تو تهران میتونه اجرا بشه. چرا تو تهران میتونه اجرا بشه، تو خوی نمیتونه اجرا بشه؟ چرا چهار صندوق؟ ببینید اینا همینو الان اومده من. تو چیز عزیز من هادی جان، من در واقع یک پادکستی راجع به توقیف دادم، همین اواخر فیلم مارمولک در تلویزیون نمایش داده شد. بله. تلویزیون بله. الان نمایش داده. بله. که محدودیتاش خیلی بیشتر تلویزیون 4-4 سال پیشه. این فیلم میدونی سرش چه جنجالی بله. شد؟ آقا یه چیز دیگه بهتون بگم، توی تئاتر پیش به جای پشت خط نبرد آقای نادری ریختن تو تالار مولوی و این کارو حمله کردن و نذاشتن اجرا بشه. 11 سال بعد توسط جایی که متولی تئاتر دفاع مقدس هست به عنوان با ارزش‌ترین متن ازش تقدیر شد. یعنی ما 10 سال زودتر از اونا فهمیده بودیم در مقام هنرمند. داستان اینه، خیلی تلخه. من نوشتم گفتم تو پادکست آقا این رفته بودن تو قم علیه فیلم مارمولک زده بودن که از اکران، از اکرانم کشید پایین، کشیده شد پایین. بله. بعد از این همه سال تو تلویزیون نمایش داده شد. بله. بعد گفتن چقدر فیلم خوبیه. چه اتفاقی افتاد؟ من اصلا اصلا ببین سر آدم برفی هم میشد. بله اون سر که آدم برفی هم بله. میشد. آدم برفی رو جلوش گرفتن، بعد اکران شد، بعد مردم رفتن، بعد تلویزیون هم پخش کرد. بعد آقا باعث میشه که ما این اتفاقات رفتارهای جعلی و فیک رو وارد حرفه ما میکنه. خب عزیز من آقای یادی، اگه همین برادران لیلا اکران میشد، مردم طبیعی فیلمو میدیدن، پچ پچ نمیکردن و در واقع سریع میشستن بحث میشد، منتقدین نقد میکردن، خب خیلی بهتر بود از اینکه تو جلو یک فیلمو بگیری جنجال بله. کنی تو تلویزیون اون آقا حرف بزنه، تو اونجا اون آقا حرف بزنه و تو یک ابزار فیک تبلیغ به من هادی اجازفر بدی که من تا فیلمم میخواد اکرام بشه هی بگم فلان چیزم داره توقیف میشه، اون چیزم داره توقیف میشه، که بخشی از مخاطبو بکشم توی سینما. ببینید چقدر داستان بله تلخ و ترسناک خیلی. میشه. بعدم تو چند تا کارگردان خوب داری، یک روستایی داری، یه آقا در واقع جریوان داری، اینا کارگردان خوبه. تو نگار ما بگیم آقا حاکمیت چکیده بجوشونی اینا، بفهمیم و به یک اساره برسیم که بفهمیم با چی طرف. یه وقتایی دولت میاد یه ساز و کارهایی داره، سیاست دیگه، بخشی از دولت در اختیار فلان مثلا جپس، بخشی از در اختیار فلان چیزه، این با اون میخواد سر به تنش نباشه، اون حتی ما تقسیم بندی هایی که میکنیم میگیم اصولگرا اصلاحطلب، اصلا اینجوری تو دل خودشون هزار تا از طیف سفید تا سیاه شما در نظر بگیرید، این پالت های رنگو که میذارن جلوی ما برای این صحنه و اینها، همینقدر متنوع سران همدیگر رو ما بگیم آقا به یک باور کلی برسه، ما بگیم آقا اینه 1-2-3-4، آیا نباید به کسی مثل سعید، مثل حسین امکان حتی خطا داد، آزمون و خطا بله، داد؟ باید داد. بیم ما یه سعید روستایی داریم، یه حتی دارم میگم اگر این کار کرده باشه که نکرده داریم. اینا نسل جدیدن، یه دور اینا نسل جدیدن، دور میشن بله. اینا نسل جدیدن دیگه، اینا نسل بعد از 88ن، نسلی هن که اومدن معترضن، حرفای تند هم میخوان بذار بزنن.
آره دیگه، تبدیل نشه به یک چیز رادیکالی که بزنن همه چیزو با هم بسوزونه. بذار حرفا زده بشه، مردم به صورت طبیعی ببینن، خالی بشن، خالی بشن مردم. چرا ما سعی میکنیم همه چیز جلوشو بگیریم؟ آی فلان، یعنی این قضیه فیلم شما اومد، آقا خسته نباشی. اولا در این سریال آخر من یک سوال اول کلیدی بکنم. یک نکته تو سریال دیر پوسی شیر هست که توش یک کم قانون گریزی داره. بله. تو تحلیلی از قانون گریزی داری در سینما؟ چون از قیصر قانون گریزی شروع شده، به دندان مار رسیده. بله بله. به خیلی فیلم های دیگه رسیده. قانون گریزی ریشش از چی میاد؟ به نظرم بهترین بررسی خود آثار نیستن. بهترین، یعنی من بخوام اگر یه پژوهشی بکنم تو این حوزه، میرم سراغ فیلم هایی که داشتن این مورد و مورد استقبال واقع شدن. وقتی مورد استقبال قرار میگیره، یعنی نشونه هاشو توی جامعه و میل به اکتی که توی فیلم اتفاق میفته رو تو میتونی توی جامعه هم ببینی. ولی وقتی جامعه یک جامعه آرومیه، جامعه‌ای که وضعیت اقتصادیش، وضعیت سیاسیش رو به راهه، شاید این فیلم ها خیلی مورد استقبال قرار نگیرن. به نظرم نمونه های موفق رو اگر توی سینما لااقل در حدی که من میدونم بررسی کنیم، برهه های حساس تاریخی بودن، یعنی پر از اتفاقات اجتماعی بوده، پر از اتفاقات سیاسی بوده. وگرنه مثلا یهویی تو با یه فیلم مواجه میشی که میگه ای این فیلم چقدر حرف داره، چرا هیچ وقت اصلا هیچ ذره‌بینی نیومد روی این، چرا این خیلی مثلا حرفاش بروزتر و فلان از فلان فیلمه. بخاطر اینکه میبینی مثلا دارم میگم تو دوره مثلا دوم آقای خاتمی که تورم پایین بود، روابط بین الملل مثلا بهتر بود و اینها، تو اون دوره اکران شده. یعنی خیلی ماها دنبال این حرفای اون لحظه ما نبوده، یا لااقل دغدغه اون لحظه ما نبوده. من فکر میکنم که پوست شیرم از این قاعده مستثنا نبود. و حالی قانون گریزی از این نمیاد که وقتی اعتماد به قانون در جامعه کم میشه، سینما میره به سمت قانون گریزی به طور غریزی دیگه، نه حساب شده دیگه. هم اینه، هم این تو بحث درام دیگه. آقا شما که خودتون بله دیگه بله. استاد این ماجرا، این تصویر پلیس در سینما رفتی به الان نداره. بله بله. تاریخ این تصویر پلیس همیشه حراسان بودن، نشون دادن، بله، در میرفتن. بله. یعنی در واقع دورهای قبل، دهه 70، دهه یه مقدار تو دهه 60 تصویر پلیس یه مقدار بوده. و چرا شو تو جامعه باید ببینیم؟ به نظر من بخش عمدهش رو میشود توی جامعه، بخش عمدهش هم اینه که وقتی تو بحث درام تو پا تو از خطی که باید بری بیرون میذاری، تازه قصه شروع میشه، جذاب میشه. تو بحث که من همیشه سعی میکنم نقشش رو نادیده نگیرم، بحث کاتارسیسه، یعنی که از تئاتر و یونان باستان اینا. ببینید خیلی وقتها ما کارهایی رو که شاید در تنهایی روی کاناپه دراز کشیدیم و فکر میکنیم راجب روند روزمره، مثلا خیلی جاها ما دلمون میخواسته که، من یادمه یه زمانی که دورهای سختی هم بود برای من به لحاظ اقتصادی و اینها، تازه ازدواج کرده بودم اینا، یادمه که مثلا یه کاری پیشنهاد میشد میرفتم، ما رو نمیخواستم، من میومدم خونه به خاطر اینکه این غرورم حفظ بشه. مثلا به خانمم میگفتم که نه، شرایطش رو دوست نداشتم و نرفتم، من نمیرم هر کاری، در حالی که دروغ میگفتم که اون تصویر ذهنیش لااقل از من نشینه، که بعدها فهمیدم که چقدر ناراحت بوده از این موضوع، که این چقدر بی‌مسئولیت و اینا، نمیدونست که من مراقب غرور خودمم. من تو اون دوران خیلی شرایط اقتصادی سختی داشتم، خیلی، و همه کاری هم داشتم انجام میدادم. اصلا یادم رفت چرا این مثال رو زدم. داشتیم راجع به پوست شیر و این قانون گریزی و این مسئله. آها،
اونجا بعد مثلا رفته بودم یه جایی برای کار، اصلا منو آدم حساب نکرده بود یارو اومده اونجا، و من شب می اومدم دراز میکشیدم و میگفتم من چرا جواب اینو ندادم. دیدین دیگه، همیشه ماها شب که مرور میکنیم دوست داشتیم جواب یکی رو بدیم، تو گوشه یکی بزنیم. میدونید جاییه برای اینکه مثلا خودمون رو تخلیه کنیم یا خشم هامون رو بیاریم توی اون حوزه. به نظر من سینما هم همچین چیزی. آقای جیرانی، من با خود سینما عاشق سینما شدم. یعنی تصویری دیدم که دلم خواست جای اون کاراکتره بودم. اولین تصویری که دیدی جایش خواستی باشی چی بود؟ من فیلم برخورد آقای سیروس الوند، چه خوب، تو سینما آسیای خوی با رضی پسرم هم نشسته بودیم، وسط های فیلم بود، برگشتم گفتم من 100% میخوام دیگه هنرپیشه بشم. دهه 70. بله اوائل دهه. بله، تئاتر کار میکردیم و اینا، ولی مثلا خب به هر حال تصویری از شغل نداشتیم. چی خوشت اومد از برخورد؟ من یه فضای عاشقانه وجود داشت. بله، یک فضایی به نظرم شاعرم، و جالبه که بهتون بگم دیگه بعدم تلاش نکردم ببینم فیلمو، گفتم بذار همون ذهنیت بمونه. اما هادی 15 ساله 16 ساله سینما داشت، 3 تا سینما داشت. هنوزم داره؟ نه الان هر سه تای اون سینما، که یه سینما آسیایی داره که سینما پارادیزویی بود برای خودش، و واقعا میشه یک رمان راجع به خود سینما و اطرافش نوشت و چقدر ما کتک خوردیم سر دزدکی رفتن سینما و اینها، همه اونها متاسفانه تعطیل شده. یه سینمای جدید توی این مجتمع‌های فرهنگی هنری که مال‌هایی که ساخته میشه، یه سینمای جدید داره متاسفانه. الان ساختن اونجاره؟ بله، و من یادمه که دعوا میشد، بعد یه زمان، الان مثلا دیدین دیگه، میگن آقا فلانی تو فلان جا آشنا داره، تو بانک مثلا وام میدن فلان. اون موقع هر کی تو سینما آشنا داشت خیلی قدرت داشت، به خاطر اینکه صف میشد. من یادم سر فیلم گذرگاه و اینها واقعا چاو کشیم، چون ما بچه بودیم میترسیدیم. من پسر خالم تو سینما کار میکرد، بلیت کار میکرد، از اونایی که با تذکر میداد. دوره‌ای بود که یه سیگار نکشیده خیلی بزرگ میزدن زیر پرده. آره. بعد دیگه سیگار رو اینجوری میکشیدن، پوت میکردن زیر پیرهن که از سرشون بلند نشه. و خیلی دوران درخش، ما میرفتیم اینها رو میدیدیم. به خاطر از یک سینمای کوچیک تو خوی به سینما علاقه من شد. بله. از یک فیلم ایرانی، و این خودش خیلی مهمه. بله. بعدا اومدی تهران و فیلم ها رو تو سینمای تهران دیدی. بله. اولین فیلم خارجی که رو تصویر، خب خیلی زودتر دیده بودیم، چهارشنبه ها یا جمعه شب، چهارشنبه شب ها یک سینمایی پخش میشد، بعد از تلویزیون. بله، تلویزیون، بعد فیلم های درجه یکی پخش میکردن. من خیلی، بعد ما فیلیپس سیاه‌سفید داشتیم و من فکر میکردم این فیلم ها سیاه‌سفیده، چون که هنری بعد... برنامه هنری میگید. نه یه سینمایی پخش میکرد، بعدن یواش یواش ما مراسم فیلم دیدن داشتیم. ترک ها میگن مرفش، یه پارچه یه که میندازن رو فرش، مثلا سفره میخوام بندازن نون نریزه، مرفش میگیم بهش. مرفش. آره. بعد تو ماهیتابه تخمه آفتابگردون مامانم تفت میداد، بعد میذاشتیم وسط، میشستیم همه با تخمه این فیلم رو میدیدیم، که فیلم های مهم تاریخ سینما هم بودن. اون فضاها خیلی فضای اروپای شرقی و اینها تو ذهن من از همون موقع شکل. اسم؟ آقا اسم شاید حضور ذهن آنچنان، ولی بخشایی از فیلم‌های خیلی مهم رو یادم میاد، چون مثلا تارکوفسکی خیلی پخش میکرد یه دوره سینما. بله، سینما که بله. بله، نه ببخشید، توی تلویزیون پخش میکرد یک سری فیلم ها رو جمعه شب آخر، و این فضای برفی و سرد و اینها از همون موقع تو ذهن من شکل گرفت. ولی من جنبه های جذاب سینما به واسطه سنم تو اون 15-16 سالگی، بحث عشق و عاشقی و یک فضایی که من تو زندگیم نداشتم اون رو،
فضای شیک و پیک و بخشی از شاید بگم جذابیت سینما، زرق و برق سینما تو فیلم برخورد منو گرفت و ادامه دادم. به خاطر همینه که این قانون گریزی شخصیت ها توی آثار نمایشی یه وقته شبیه همون رو کاناپه دراز کشیدن و گفتن اینه که چرا من جواب اون آدمو ندادم، یک کاتارسیس. وقتی میبینی میل به اون در تو یه ذره فروکش میکنه. قانونگریزی از قیصر شروع میشه دیگه. تا قبل از قیصر ما قانونگریزی نداریم. بله. خب پوست شیرم خیلی شباهت هایی به قیصر هم داره دیگه. بله. چون توش در واقع انتقام شخصیه. خب در واقع در یک تاریخی شروع میشه و از اون تاریخ به بعد قانونگریزی تو سینما بله. ادامه پیدا میکنه تا انقلاب که باز فرق بله. میکنه. توی ایران. آره توی ایران. بله. توی ایران منظورم. بله بله. قانونگریزی توی امریکا هم هست. دهه 70 شروع میشه، از آخر دهه 60 شروع میشه. بله. اون سینمای اجتماعی که سینمای اعتراضی که تو امریکا راه بله. میفته. از گراجوئت و راند بله تاکسی و فلان. بله. اونجا هم همین شکل بله. میشه. دیگه. جنگ ویتنام بیشتر. اصلا جنگ بله. ویتنام تاثیر میذاره. آره. بله. اون سه روز کندور یادته؟ بله. بله. بسیار بله. درخشانه بله. دیگه. یعنی در واقع یکی از فیلمای قانونگریز دیگه، میزنن میکشن بعد دنبال قاتل قاتل تو خود سازمان سیایی. بله. به این نقطه اینجاست که اینا تو ایران هم حد دوباره ما قانونگریزی رو داریم تجربه میکنیم و چقدر پایان پوست شیر من یاد گلادیاتور انداخت. بله بله. من خودم هم بعد اینکه دیدم یک لحظه یادم افتاد واقعا، چون ما خیلی حرف میزدیم سر کار. یکی از به نظرم دلایل موفقیت کار فضایی ایجاد کرده بود جمشید که ما همه حرفامون رو بزنیم و من یادمه که ما اصلا همچین چیزی توی ذهنمون نبود. یک ارجاع به یک اون بغل کردن موقعی که خبر زنده بودنش رو شنیدیم و اون تصویره به نظرم خیلی خوب بود. منم واقعیتش وقتی دیدم یه لحظه یادم افتاد اون لحظه، یعنی از اول پیوستی به پوست شیر از لحظه. بله اصلا در مرحله نگارش سناریو بود. بله بله. حتی در مرحله تر، چون نوید خیلی اصرار داشت که من بازی کنم. البته از این حرفا به همه بازیگران میزنن که اگه تو نباشی این از کار ساخته نمیشه. خیلی با من چیز کردم. من اولش مخالف بودم، گفتم انتقام من تو لاتاری این کارو کردم قبلا و درگیر موقعیت مهدی و نگارششم بودم، یعنی خیلی قبلتر به من پیشنهاد دادم. فکر کنم سراغ خیلی از آدمای دیگه هم رفتن، حالا به من که نگفتم ولی اسمش رو من قطعی گفتم نمیام و درگیر کار خودم هستم. بعد یه دوره‌ای که کار خابید و من واقعا ناامید شدم که دیگه موقعیت مهدی پول نمیدن که ما بخوایم کارو شروع کنیم، دیگه افسرده نشسته بودم تو خونه و زنگ زدن گفتم میام. رفتم و امضا کردیم و یه پیش قراردادی گرفتیم و خرج موقعیت مهدی هم کردیم همون و بستیم و شد دیگه. تو سناریو هم نظر دادی؟ همه نظر میدادیم. آه. اصلا یعنی فضایی به وجود آورده بود جمشید گوش میکرد. اصلا این نبود که فقط تو، یعنی در مورد کاراکتر بله. خودت یا کل فیلم نامه؟ نه پیش... وقتی پیشنهاد میخواست ما میگفتیم ولی طبعا هممون حرف زدیم راجع بهش قبل شروع فیلم. بعد من یه ذره دیر، یعنی من از آبادان رسیدم رفتم سر صحنه فیلم برداری. همیشه میگم به جمشید، میگم خدا، میگم چی کارتون کنه، من رسیدم، من یه ذره آدم خجالتی هم، یه ذره فوبیای محیط های جدید دارم. رفتم و جالب اینجا بود که با هیچ کدوم بچه ها من تا حالا کار نکرده بودم، یعنی حتی یه دستیار صحنه و لباس آشنا من همه جدید بودن و منو گیریم کردن انداختن جلوی شهاب حسینی. من شهاب از نزدیک ندیده بودم تا الان. کار نگرده بودی؟ نه از نزدیک ندیده بودمش، فقط سالها ستایشش کرده بودم. منو انداختن جلوش گفتن 9 صفحه دیالوگ بگو. گفتم بابا نامردیه. این یکی از اولین سکانسایی که من بازی کردم همون سکانسی که ما تو آگاهی با شهاب داریم چیز میگه. حتی من خیلی جا تو چشاش نمیتونم نه، هی میدوزدم چشمامو آوردمش تو بازی. احتمال خوب بود با شهاب؟ بله عالی بود. خوب بود با شهاب؟ بله 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 خیلی خوب بود. شهاب خیلی براش کار جدیه و من مثلا با جمشید حرف میزدیم میگفتیم خیلی مهمه که یه آدمی بعد این همه سال کارو
مثلا ستاره بودن اینقدر تک تک کلمات براش مهم باشه، اینقدر بجنگه براش، حواسش به همه چیز باشه. من خدایش اونقدر حوصله و چیز نیست، ولی احساس میکردم مثلا براش مرگ و زندگیه هر سکانسی که کار میکرد. و این فضا به وجود اومده بود که ما حرف می‌زدیم. خیلی فضای خوبی به طبعا اوایل کار یه کشمکش‌هایی بود، یه بحثایی یه ناراحتی‌هایی پیش میومد، ولی مهم این بود که ما به یه جایی رسیدیم که به معنای واقعی کلمه تیم بودیم. آقای جیرانی واقعا دارم میگم اینو، سر هر کاری که پشت صحنه خوب داشت من بودم کار خروجیش درجه. ببینید چون ما حاضریم اون وقت برای همدیگه فداکاری کنیم. بله کاملا درسته. بازیگر به نفع خوب، بله. ارتباطات خوب پشت صحنه، بله. بله. تأثیر میذاره جلوی صحنه، فیلمو تغییر میده. تشنجات پشت صحنه فیلمو خر تأثیر میذاره. کاملا دقیقاً. پوستشی نشان میداد که یک همبستگی وجود داره که کاملن. تو کاملا سریال گرفت و مردم دوست داشتن، خیلی هم دوست داشتن. آقای جیرانی من با جمشید حرف می‌زدم، می‌گفتم که خب خوشحالیم از این که کار گرفته، ولی من به عنوان چون همیشه میگم دوست دارم یاد بگیرم، دنبال دلایل این موفقیت حتی اونایی که یه درصد کمی داره، ما باید دنبال اینا بگردیم. با جمشید حرف می‌زدیم که اونا بله خیلی هنوزم دارم می‌گردم. بگو. هنوزم دارم می‌گردم. ببینید یه سری چیزا که از من با عذرخواهی از همه عوامل، به نظر من این موفقیت به جمشید و نوید تعلق داره بیشتر از همه. دلایل خودمو دارم. اینی که تهیه کننده‌ای فرصت گفتگو، فرصت تکرار سکانسی که گرفته شده و رضایت کارگردان و جمعه که ایجاد میشه، این یعنی تهیه کننده خیلی مهمه. اینه که تهیه کننده کوچکترین تنش‌ها رو اگر میخواست به وجود بیاره، نه بین بازیگر و کارگردان، حتی بین عوامل مدیریتش میکرد، یه سعه صد داشت، اینا خیلی تهیه کننده خیلی عامل مهمیه. و از طرف دیگه خب برادرش بود دیگه، صد پشتش بود و جمشید این فضا رو ایجاد کرده بود. ببینید آقای جیرانی زحمت کشیده شد برای کار. اینا کاملا درسته، معلومه. دلیل جامعه شناسی موفقیت کار چی؟ ببینید اینه که به هر حال یک شباهت هایی پیدا میشد، یک میدونی بین که امروز جامعه، بله. بعد مثلا یه جملاتی بود که حتی مثلا مردم میگفتن اینو بر اساس این، ولی واقعا اینه که تو فیلمنامه بود، اصلا این نبود که تو اون لحظه نوشته شده باشه. طبعا حالا تا جایی که من میدونم، بله، اینا رو جمشید باید چیز کنه، ولی اینها بود. یک سری میگم اتفاقات روز جامعه با اون خشونتی که توی جامعه اتفاق افتاده بود و به نظر من خیلی ترسناک بود، همه اینها عامل بود. ولی خب عواملی که شاید تو همچین شرایطی بهش پرداخت نمیشه، اونها برای من مهمتره. یعنی که یه 5%، یه 6% مخفول، یعنی مردم بخشی از خشونت جامعه رو تو فیلم دیدن. بله بله. و به نظر من بازم بحث کاتارسیس. ببینید این اصلا خیلی بحث جدی، من خیلی بهش اعتقاد دارم. و یه طرف دیگه ای کاش این پلتفرم ها آمارهاشون رو ارائه بدن، نه به عنوان تبلیغات. ببینید داستان اینه که تو اوج اون شلوغی ها کار اومد، ما اصلا فکرشو نمی کردیم دیده بشه. می گفتیم آقا الان زوده، الان برای چی الان شرایط جامعه، نه تبلیغ میشه کرد نه چیزی. ولی خب پلتفرم نیاز داشت که پخش کنه. و آقای جیرانی جالبه بهتون بگم که حتی تو همه اون روزهای بحرانی آمار ویوی پلتفرما نه برای کار ما بالاتر از زمانهای مشابهش بود. ببینید این میشود آدمهایی که در خانه نشستن، اینی که نیاز به سرگه. ببین از اخبار بالاخره آدم یه جایی خسته میشه، بله، دیگه. بله بله. از سر و صدا خسته میشه اونجا. و اینا آمار بالا بود. من فکر میکنم که
هم یه خطر بود برای پوست شیر، ولی امکان چند تا امکان فراهم کرد، هم به اون دلیل که شما فرمودین، هم به این دلیل که من عرض کردم. و در ادامه میگم کیفیت کار، و هنوز دارم میگردم، و یه پیشنهادی هم که دارم به مخاطبی اینه که بذارید یه ماه دیگه دوباره ببینید پوست شیر رو. یعنی مثلا یه وقتایی از من یه سوالایی میشه، میگم بابا این قسمت سکانس هست برای این ماجرا. و چیزی هم که برای ما جالب بود، چون ما بخشیش رو همزمان با فیلم برداری ما دیدیم، پخش در واقع پخش میشد و ریاکشن ها رو میدیدیم، این بود که یک قصه ذهنی قوی در کنار قصه واقعی کار ما داشت پیش میرفت تو ذهن مخاطب. اینم برام خیلی جذاب بود. خیلی جالبه. یعنی در واقع فیلم عجیب، یعنی توی این ماهای اخیر، شاید میشه گفت تو سالها، چند سال اخیر، ما سریالی به این موفقیت که بتونه ارتباط برقرار کنه نداشتیم. یعنی اون بخشی که حالا تو بخشی از خشونت‌های جامعه رو تو سریال میبینی، بخشی از نکات دیگه، جزئیات، خیلی هم جزئیات توش خیلی مهمه. بله بله بله، من معتقدم سینما یعنی جزئیات. یعنی اعتقادم به این فیلم اگر قرار خوب در بیاد، با جزئیات در میاد، نه با کلیات. یه بار یه دوست تو حوزه خلاقیت از دوستام هستن، نه اینکه اسمو رسم، ولی من خیلی قبولش دارم، از بچه های تجسمی هم هست، میگفت که خلاقیت یعنی ایجاد حتی کوچکترین تفاوت برای دیده شدن. مثلا میگفت که یکی از فامیلاشون بچه دوقلو داره، میگفت یکیشون یه خال جزئی اینجاش داره، یکیش نداره. من از رو اون خاله میفهمم این فلانیه مثلا، یعنی هیچ چیز دیگه برای تشخیص صدا و همه چیز، مثلا از اون خاله میفهمم این علیه یا احمده یا هر چیزی. به نظرم جزئیات، حتی اون چیزهایی رو که ما فکر میکنیم مهم نیست، یه هویی تو رو در یک رقابت کلی جلو میندازه. وقتی شبیه کارهای شبیه خودت نباشی، این از کجا ناشی میشه؟ خیلی جانگولر که نیست، در جزئیات شکل میگیره. و به نظرم پوست شیر پر از جزئیاته، که خوشبختانه جمشید خیلی آدم جزئیاته. یعنی یه وقتایی اعصاب ما خورد میشد در مقام بازیگر که بابا این جزئیات معلومه. بله، ولی پر بازیای خوبه. من یادی بکنم از همه بازیای خوب شهاب عزیزمون، بله، خودت در واقع، پانتا بهرام عزیزمون، پردیز احمدیه، علیرضا کمالی، ژیلا شاهی، حتی نقشایی که کوتاه میان و میرن، همشون خوبه. آقای راستاد، علیرضا استادی، خب همه انرژیشون رو گذاشتن برای کار، و من فکر میکنم که جز معدود کارهایی است که همه راجب تیم بازیگری حرف میزنن. تا بله بله، مثلا آدم دلش نمیاد بگه مثلا تو خوب بودی، ولی همه میدونید، به نظرم بازم نقش کارگردانه و اندازه و میدونه فضای کارشون، میدونه یه جایی قیشی میکنه. بازیگران نقشا رو دوست داشتن. بله بله، و همه به هم کمک کردن، همه به هم کمک کردن که چیز خودخواهی کنه. وجود نداشت توی کار، میگم، چون پشت صحنه، یعنی مثلا من علیرضا رو میپرستم، اینقدر دوستش دارم. آره، و اون رفاقت ما رفته تو کار، میدونید. یا مثلا علیرضا یه موردی مثلا میگه هادی این خوب نیست مثلا، خب میدونید من اعتماد دارم بهش، یا من به اون میگم. یا جمشید وقتی مثلا میگه به نظر چجوری، یا ما به جمشید کاملا اعتماد داشتیم. خیلی جاها بود که یا مثلا گفته نه اینو رو، من تو لحظه نه، ولی ته قلبم میدونستم که حق با اونه. خیلی همه اینا دست به دست هم داد. یا مثلا خود شهاب حسینی، خب من اومدم، متوجه این معذب بودن من شد و تلاش میکرد فضا رو دوستانه بکنه. ای مثلا خب بری تو اتاق بلند شو مثلا برای تو چای بذاری، گفتم خواهش میکنم، من معذب بودم کلن، ولی این فضا رو به راحتی توی 3-4 جلسه برای من شکست، چون میدونست که مثلا خب قراره با هم کار کنیم. خیلی جالبه برای من که یه جایی که همون اوایل گفته بود مثلا هادی نقش اصلی کاری، اسم هادی باید اول بخوره. خب
ببینید اینا چیزهای با ارزشی که وقتی کنار هم دیگه جمع میشه خروجی میشه. این طبعا هم جمشید میدونه، هم همه ما میدونیم یک سری ایراداتی داریم، باید حواسمون به اونا باشه. اونها بیشتر به ما کمک میکنه برای ادامه مسیرمون و سهم دلایل موفقیت پوستشی که هنوز برای خودم یه 10% ناشناخته است. چون استقبالی که شما، ما رفتیم خوی با وحید آقاپور، رفتیم روستای مرزی تو کوه، چادر رو باز کرد مثلا به من گفت که صمد تو رو آورد اینجا، چون قسمتی پخش شده بود که مثلا صمد منو دوز. اصلا من باورم نمیشد که این آنلاین دیده چیزا و اعتراض به اینترنت داشتم، گفتم ما یه دکل اینترنت داشتیم اون فلان شده، اول چیزی میخواستن اون بود. وحید آقاپور تو راه برگشت دیگه دیوونه شد، گفت میرم برسم تهران میشنم میبینم همه رو. یعنی این چه وضعیتیه که همه دارن راجع به پوست شیر حرف میزنن؟ خیلی خوبه که ما چنین سریالایی داشته باشیم. برمیگردم به هادی اجازیفر کارگردان که من در موقعیت مهدی خیلی دوستش داشتم، هادی اجازیفر سناریست که در توی آتابای خیلی دوستم. کار جدید، قبل از که بگم کار جدید، میخوای بازم توی بری توی جنگ، بری توی دفاع، جنگ دفاع؟ نه 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 نمیخوای بری؟ نه نه نه، یعنی الان فضامون نیست واقعا. خواهد اینجا دیفر، میخوام برگردم به کارگردانی تو که خیلی من فیلم موقعیت مهدی رو دوست دارم و اصلا هم فیلم حکومتی نمیدونمش، یک فیلم تلخه، تکاندهندهی مربوط به یک دوران میدونم، یک تاریخ که قبلش مهاجره داریم که در واقع همین دوران رو میگه، عروسی خوبان رو داریم که باز هم راجع به همین دوران ها صحبت میکنه و بعد ادامه دوران تو رو داریم توی، حتی در توی از کرخه تا راین داریم. بله. آدمی که اونجا قرار پناهنده بشه. بعد آژانس شیشه ای داریم، آدمی که تو جبهه بوده حالا راننده تاکسی شده. فیلم تو یک تاریخه، یعنی فکر می موقع که داشتی میساختی فکر میکردی که داری یک تاریخ رو بررسی میکنی؟ واقعیتش نه اینجوری بخوام نگاه کنم، ولی من اون آدم ها رو خوب میشناختم. یعنی آدم هایی که از کاراکتر تبدیل شده بودن صرفا به یک اسم، به یک تابلو، به یک تندیس، یعنی وجه بیرونیشون. من همیشه یه وقتایی که تو بحثایی که پیش میومد احساس میکردم که تمام عصبانیت های موجود باعث میشه که ماها نتونیم همدیگر رو بشناسیم. من الان یه سری کلاس های محدودی که دارم همیشه یا تو تمرینات تئاترم فضا میدم که آدم ها به یک راحتی برسن و بعد ازشون میخوام که راجع به بزرگترین غم زندگیشون حرف بزنن. وقتی ما غم های همدیگر رو بدونیم، حسرت های همدیگر رو بدونیم، آدم های مهربون تری میشیم با هم دیگه، چون پوسته ظاهری میریزه، ما ضعف هامونو بروز میدیم و به خاطر همین اون گروه ها عمر بیشتری دارن. چون وقتی اشتباهی پیش میاد از طرف من، هم گروهیم به واسطه غمی که فلان کس، مثلا دارم میگم وقتی توی یه گروه یه آدمی که یه نقشایی از هادی اجازفر دیده و فکر میکنن خیلی خشنه، اینا مثلا راجع به مرگ باباش وقتی حرف بزنه نتونه گریهش رو کنترل کنه و راجع به اندوه اون لحظاتش که هنوز باشه حرف بزنه، دیگه فقط هادی اجازفر یک آدم تهاجمی فلان اینا که تو فیلماش هست نخواهد دید. هادی اجازفر اون نسل پاک مساوات خواهه، در واقع سالم طبقه پایینی که رفت چپه دیده بود؟ بله بله دیده بود. بله 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 اون هستی که با آرمان و بله، صادقانه بله، رفت چپه بله، و فکر میکرد پشت جبهه هم جامعه فاصله ها برداشته بله، میشه و یک جامعه متعادل ایجاد میشه و با ارزشترین چیزشونو جونشونو فدا میکردم. آره. بر این باور بله کاملا دیده بودم تو مدرسه، معلمم، پدرم، عموهام، همه اون آدم هایی که عاشق زندگی بودن، نه اینکه از زندگی سیر باشن. میدونید وقتی پدر من که عاشق زن و بچهش بود، یه
ما آخ میگفتیم تا صبح میشست بالا سرمون پاشویه میکرد و اینها، تمام حواسش به ما، یه وی سه ماه ول میکرد میرفت، این از داشت از فرار میکرد که بره مثلا بلایی سرش بیاد. این آرمان بود که و عدالت خواهی بود که تازه اون دوره تمام دنیا رو گرفته بود. بله. فقط مختص ما نبود، همه جا آمریکای جنوبی بررسی میکنه اینا و یک اتفاق بود، انقلابیگری، نمیدونم مستضعفین، همه اینا که الان فوش میدن گدی الان بله الان داستان میشه که یا میشوی یک چپ مزمحل اگه از این حرفا بزنی، یا اینکه متهم میشی به خیلی چیزهای دیگه. ما اینقدر سریع همه چیز تغییر میکنه، مثلا یواش یواش آدم میترسه که دو سال دیگه مثلا بیجه هم بشه به عنوان یک مثلا یهوی تغییر هویت پیدا ببین کنه. اصلا ببین من یا هیچ وقت یادم نمیره عروسی خوبان سال 67 بله. اومد حاجی پاکتر که از جبهه اومده بود، حالا آسیبم دیده بود، حالا با شهری روبرو شده بود که داشت بود. دوباره سرمایه‌داری و طبقات برمیگشتن که قرار نبود برگردن. بله. قرار نبود ما این فاصله طبقاتی. بله. قرارمون این نبود دیگه. قرارمون این نبود. همون این چیزی که من تو لاتاری من میگم به ساعد میگم قرارمون این نبود. چون این جمله‌ای بود که ما خیلی میشنیدیم. یهو میشستیم مثلا میگفتیم به پدرت میگفت قرارمون این نبود. یعنی این تکی کلامی بود. بعد این آدم ها رفتن و من ستایششون میکنم، با هیچ کسی شوخی ندارم، یعنی واضح تر از این نمیتونم حرف بزنم. اینها، این آدم هایی که رفتن، قهرمان های زندگی من بودن و هستن و خواهند بود. و هر کسی که سر باورش، سر اعتقادش، سر وطن جونشو بگیره کف دستش، من ستایشش میکنم، کاری به اینها ندارم. حالا ما اینها رو دیدیم، بعد یه مصیبت دیگری ما در ادامه مسیر داشتیم. ماها راحت‌تر گول آدم‌هایی رو می‌خوردیم که ادای اونها رو داشتن در می‌آوردن. می‌دونید؟ چون ما تو اونیفرم بیرونی شبیه اونها می‌کردن و ما حسای خوبی داشتیم به اونها. ما راحت‌تر گول می‌خوردیم تا یک آدمی که خیلی تو اون فضاها نبوده. میدونی اون از اول با تردید به سوژش نگاه میکرد دیگه، ولی ماهایی که و هی نمیخواستیم باور کنیم، هی نمیخواستیم باور کنیم که دارن تغییر میکنن، ارزش ها تبدیل به یک سری مؤلفه هایی میشه که ما میتونیم ورداریم تنمون کنیم اینها رو، خودمون رو شبیه یک سری آدم ها بکنیم. یه دوره ای هم تو این گول خوردنه گذشت، یه دوره ای صرف این شد که ما دفاع کنیم از آدم هایی که میشناختیمشون رو، الان دارم فوش میخورم، میدونید؟ بعد و بعد الان تبدیل میشم به آدمهایی که مثلا دارم میگم سر باکری ما با گوهری که تدوین میکردیم مثلا میگم هادی این جمله الان مخاطب و پس گفتم حسین من نمیتونم تاریخ رو جعل کنم، من نمیتونم به نفع یک قشری از جامعه که مثلا چهار تا نویسنده که بدونم بگم باریکلا چه فیلم خوبی باکری هم اینشه به اون بودش، من نمیتونم حرف باکری رو جعل کنم، که من دارم راجع به اون دوره دارم حرف. خب آدم، این آدم داره میگه بری تو آتیش با ابراهیم، اگر راجع به ایمان داره حرف میزنه، حالا اگه من راجع به ایمان حرف بزنم کسی خیلی ها نمیفهمه، تقصیر آخه من دارم راجع به باکری، من نمیتونم راجع به ایمان، راجع به عشق، به زندگیش حرف نزنم. این حالا مصیبت زیاده آقای جیلانی، فقط هم این نیست که از خیلی تلخه این حرفایی که میزنی. من پایان فیلم تو گریه کردم بابت نسلی که رفت. بله. و نسلی که موند. بله. ما فکر نمی کردیم این جامعه طبقاتی رو. بله. یعنی من از ما فکر می کردیم جامعه طبقاتش برداشته میشه، فاصله ها برداشته میشه، فکر نمی کردم. بله. جامعه طبقاتی امروز رو تصور این جامعه طبقاتی جنانی مرسه. پدر من مبل و تخت خونه رو، یعنی اصلا می گفت اینا چیه، وقتی جنگ زده داریم ما، وقتی فقیر داریم، اصلا اینا میدادن. یه دوره ای هم این بنیاد مستضعفان و جامزن اینا رو مزایده میذاشت، یعنی اصلا اضافه کن، من حق مسئولیت نمیگیرم، یعنی
این بود به خدا این شکلی میشتن رو میز بچه ها تعریف میکردن هر کسی به اندازه نیازش برمیداشته یعنی یک جامعه یعنی این نقطه جامعه که داشت در واقع همه میفهمیدن این چیزایی رو حالا یا ما باید حسرت بخوریم یا برگردیم به تحلیل جامعه شناسانه بگیم آیا جامعه میتواند حول یک ابر فراخوان من حاضرم شکل بگیرد یا نه چپ مزمعل بله. فلان اما من عاشق اون بله. جامعه بودم بله 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 یعنی من عاشق اون جامعه بودم که پولو میریختن و این دو تومن میشه برای میداشت و آدم ها شیشه ای بودن دیده میشد میدونی این تو دهه 60 بعضیا نمیرفتن ماشین شیک سوارشن اصلا سادگی جزء ذات یک جامعه بود نه این جامعه مصرف زده همسایه‌ای که میتونست کباب هفته ای میگفت نه میگفت بوش میره سراغ همسایه ها میدونی مثلا فلان همسایه نمیتونه بخوره اون نمیتونه بخوره خیلی من اون چیزی که دیدم چون تو بهترین زمان دیدن و یادگیری بودم اون چیزهایی که من دیدم هیچ شباهتی به الان نداشت که الان یه کارگر فصلی بعد بمونه الان مثلا گوشت بشه اینقدر بعد حرفم میزنی فوری میگن آی این فلان عزیز من بر این اساس بنا شده مگر میتواند بچه کارگر سر گرسنه بذاره حالا بگو چپ حالا بگو فلان بگو عدالت طلب بگو هر اسمی میخوای بذاری ماها یه تکونمون بدن آقای جیرانی به نظر من اکثریت جامعه ما این شکلی هستن مگه میشه رگ و ریشه های اون عدالت جویانه از بین مگه میمیره نمیمیره شکل تو شکلای مختلف بروز میده حتی شکلای اشتباه هم ممکنه بروز کنه به لحاظ جامعه از بین نمیره ما هنوز تحسین میکنیم و الان من همین الان مثلا تو تلگرام یه ویدیو میدم من میدونم به هر کدوم این بچه‌ها نشون بدم آخرش اشکشون در میاد یعنی رفتارهای مشابه داریم به این ماجرا میدونی و... فیلم تو پایان فیلم های حاتم کیاست یعنی در واقع اگه حاتم کیا از مهاجر دنبال کنیم برسیم به از کرخه تا راین برسیم به آژانس شیشه‌ای میرسیم به فیلم تو که دوران رو میبنده یعنی در واقع یعنی بین توی حاتم کیا هم هست دیگه تو حاتم کیا مهاجر میخواد بگه این آخرین نسلیه که الان هست تو از کرخداران میگه این داره پناهنده میشه دیگه بله. توی آژانس شیشه‌ای میگه این داننده تاکسی شده بله. در واقع بله. یک شب تو داری در یک دوره دیگه میگی این نه اصلا رفته تموم شده آقا اینو بگید آقای آدم که ناراحت میشه بگین اون کاری که من بستم با اون و اینا نه. خیلی رابطمون خوب نیست تو خواهی <دیگه. تصفيق> آره دوباره شروع کردم آبا که اون فیلم آدم که من دوست ندارم من حاتمی کیا رو دوست دارم بله. اون فیلم حاتمی کیا که تو کار کردی روز نداره آره آره حالا بگذاریم آره ما تازه داریم آره. خب کار جدید اولا راجب آتابای هم بگم اونم اصلا سناریوی بسیار متفاوتی ها بله خیلی من یه بارم گفتم من عاشق اون سکانس قرق خوریتم یعنی اون درجه یک اون سکانس قرق خوری خیلی سکانس جادوییه خیلی جادوییه یعنی خیلی اون سکانس هر بازی ها درخشان سکانس درخشان یعنی در واقع اون سکانس و همه چیز اونجا دست به دست هم داد که حالا اون سکانس و فیلم اتفاق باشه برای همه ما یعنی خیلی بخش مهمی از وجود من اون کاره تمام سختیاش و همه چیزایی که بود به نظرم یک اتفاق بود یک جادویی توش بود که امیدوارم دوباره برام تکرار بشه اون حال و هوا انشالله به خاطر امیدوارم. همین سخت هر چقدر تو بازیگری میگم حالا یه وقت اینو میگی مثلا بقیه میگن حالا کی هستی تو که فعلا نه واقعا کس انگیزه های من برای کارگردانی خیلی متفاوت از بازیگری با فیلم خوبی که ساختی حتما کارگردانی با دنبال کنی با فیلم نامه خوبی که نوشتی ما فیلم نامه نویسی هم اگه بتونی دنبال کنی خوبی. آره الان تو امان یه سریالی رو دارم برای خانگی در واقع می نویسم یه کمدی جناییه خیلی دوستش دارم خیلی دوستش دارم
و امیدوارم که با شرایط خوبی. کسی کمیل جنایی نکرده بود بخونی. آره خیلی خیلی دوستش دارم و همجوری داریم کمک میگیریم و پیش میبریمش. امیدوارم که بشه که آخر سال انشالله بتونم کلیدش بزنم. تو نسل جدید بازیگری کی رو دوست داری ازش تعریف کنی یا حرف بزنی از نسل جدید بازیگری؟ ببینید من معتقدم که چون خودم تا زمانی که بازیگر نبودم میگفتم مثلا بابا این کی این چرا اون خوبه این، چون شرایط متفاوته، خواست کارگردان ها متفاوته و شرایط سنی تو متفاوته. مثلا من یه جایی به جمشید گفتم ببخش اگر من کاراکتر نعیم و یه ذره خودخواهانه بازی نکردم، یعنی میتونست خوراک این باشه که این نقشه همه راجب اون حرف بزنن، همونجوری که همه میتونستن راجب تک تک کاراکترها حرف بزنن، ولی همه این تعاملو داشتن، از خودشون گذشتن یه جاهایی به نفع کاراکترهای دیگه. ببخشید من چند وقتی دوچار این بعد کلونا دوچار این مسئله شدم، ذهنم یه هویی آدم گم میکنه، سفید میشه. آره اصلا آره, آره. آره یه پرده سفید آره. میشه. داشتم راجبه چی میگفتم؟ بازیگری بله. به خاطر همین شرایط خیلی متفاوته، ولی خیلی از من خب محسن تنابنده واقعا یاد میگیرم ازش. یعنی تو کدومیکی؟ تو نسل تو جنگ جهانی سوم؟ من هنوز ندیدم اون کارو، ولی خیلی فیلم خوبیه ببینم، حتما میبینمش. آره. ولی داستان این که محسن تنابنده برای من مثل یک کلاس آموزشیه. مثلا خود شهاب حسینی باید تو فضاش اصلا نمیتونی بفهمی که چی کار میکنه که این میشه، میدونی یک دو سه چهار نمیتونی بکنی، یک جادویی با خودش وارد کار میکنه. ولی مثلا از محسن خیلی یاد میگیرم. همه بچه ها واقعا به نظرم جوانترها کیا هستن؟ جوانترها ما اصلا یه زمانی میگفتیم شادمانو دیدی یه زمانی به ما میگفتن متعدد چندی، مثلا میگفتیم پنجا و پنج، گفتم برو بچه، گفتم برو بچه، الان میگم پنجا و پنج. الان متولد 65 و اینا اومده. آره بابا ما اصلا یک میگه متعدد چه میگه 77 و اصلا تو وارد دانشگاه شدی. نه نسل جوانی که الان تو خیابون الان 82 ایام اومدن که آره که اینا ما مثلا وارد فوق لیسانس شده بودیم. خیلی واقعا مثلا یه وقتی پردیسو که انگار واقعا دخترم بود دیگه. به نظرم مثلا من مهدادو خیلی دوستش دارم، صدیقیانو. راجبه این کار خودمون بخوایم حرف بزنیم، به نظرم صدشو من با مهداد قبلا کار کرده بودم سر ماجرای نیمروز، سر این کار کشفش کردم. یه چیزی بگم بخندید، یه سکانسی بود بعد داشتیم با جمشید حرف می‌زدیم، گفتم جمشید آخه این دیالوگه که مثلا اینو مثلا علیرضا بگه یا این دیالوگی من مال مهداد، به مهداد میخوره و این حرفا. داشتیم بحث اینجوری میکردیم، بعد اومدیم گفت هادی تو خیلی عوض شدی. گفتم چرا؟ گفت اصلا سر ماجرای نیمروز حالم ازت به هم. گفتم چرا؟ گفت همش میگفتی اینو من بگم، اینو من بگم، این کارو من بکنم. راست میگه، من سر ماجرای نیمروز انگیزه داشتم بعد ایستاده در قبال. آره مهداد به من گفت که چقدر تغییر کردی. گفتم نه. گفت بابا سر ماجرای نیمروز نمیذاشتی ما نفس بکشیم، هی پیشنهاد میدادی، میخواستی فقط خودت دیده بشی، اینجا الان دی الان میگیم مثلا این دیالوگ این بگه. گفتم بابا حق بده دیگه، اوایلش بود و اومده بودیم و میخواستیم ثابت کنیم خودمونو، چون مثلا ایستاد در غبار گفت و نه این بازیگر که صدا دیالوگ نداره اینا. الان دیگه بالاخره از این جذابیت های اولیه برام فروکش کرد در مقام بازیگر. و مهداد خیلی خوب بود. ببینید آقای جیرانی، من سختی کار بازیگر رو زمانی میدونم که چیزی روی کاغذ، چیز آنچنانی برایش نوشته نشده و میاد توجه تماشاگر رو جلب میکنه. یعنی این ارزش افزودش رو برداشته با خودش آورده با کارهای مختلفی که داره میکنه توی کار. مثلا دارم میگم با جمشید حرف میزدیم، چون من با جمشید خیلی حرف میزنم، سوال میکنم و علارم که خب خیلی از من کوچیک‌تره، ولی میگم احساس میکنم فضای ذهنیم خیلی شبیه بهش، یا خوش اومدن ها بد اومدن هامون شبیه همدیگه است.
مثلا یک سکانسی هست که پردیس ساحل احساس میکنه که مرده داره بر میگرده و میخواد با این در تونه ماهی رو میذاره در واقع روی رگش. خب خیلی این باید متن پردازش میشد، ترس اون آدم که برسه به جایی که بخواد رگش رو بزنه، ولی این شاید کمه توی متن فرصت، چون هی باید بره پیش کاراکترهای مختلف. پردیس احمدیه با بازیش کاری میکنه که همچین سوالی به ذهن ما نمیاد که بگیم چرا این قبلا این کارو نکرده، چرا تو این لحظه این کارو میکنه. یعنی بخشی از سوالهایی رو که از فیلمنامه میتونه مخاطب بپرسه رو بازی بازیگره که جواب میده. این به نظر من اوج کار هر بازیگریه. ولی متاسفانه سلیقه کلی، حتی خیلی جاها سلیقه خاص مخاطبین سینما هم به زعم من، به زعم چیزی که من تو دانشگاه یاد گرفتم یا سلیقه من، معیارهای اشتباهیه برای لایک دادن ها به قول اینا و دیسلایک این چیزا. یه ذره مافیا بازی میکنم، دوست دارم اینجوری میکنم. به خاطر همین فضا غیر واقعی میشه. ای کاش یه بارم با نوید حرف میزدم، نوید محمدزاده، بله، میگفتم کاش فضا جوری بشه که مثلا یهویی من و تو بشنیم راجع به بازی یه بازیگر ایرانی توی یه فیلمی حرف بزنیم، با واقعیتمون هم حرف بزنیم، یهویی نگیم چقدر خوبه چون این آدم این ابزارهای رسانه‌ای رو داره، اینقدر طرفدار داره، فلان کی طرفدار داره. واقعا بشینیم حرف بزنیم، بعد جلسه بعدی اون آدم رو دعوت کنیم، اون بگه که نه من این کارو کردم. اینجوری یه ذره فضا واضح‌تر میشه. الان مثلا تو میری مثلا میاد با اصرار میگه آقا یه تست، من میگه باشه تست بزن، من مثلا باید ببینید این تست دارو. یا مثلا از اینایی که مثل ما که حرف از اصلا نفهمی چی میگه، یا اینه که اینجوری رگ گردنی و فلان، یعنی حد وسط نداره واقعا همش رو دیگه. ببخشید من امیدوارم جوابتون رو داده باشه. نه آقای عزیزی، با توجه به اینکه شعار اصلی جامعه امروز زن زندگی آزادیه و شعاریه که به شدت گرفته، تصویر زنی که اخیراً تو سینما دیده باشی و تو ذهنت مونده باشه غیر از پردیس احمدیه که صحبت کردی چیه؟ فیلمی ندیدیم آخه اخیراً. چقدر لیلا رو تو بردن لیلا آها بشت. من ندیدم آقای چی بابا؟ آله. چون دلیلم دارم براش. خب من که اینستاگرام ندارم و اینها، ولی این فضای پیرامون ما، یعنی مثلا این شبی که گفتم برادران لیلا اومد، خب فردا میری تو کلاس، میری سر فیلم برداری، وارد اتاق گیری میشه، این میگه نه چیه سینما این نیست و فلان، اون میگه نه اینه این. میدونی یعنی یک طرفداران و مخالفینی شکل گرفته که من واقعا نمیخوام، یعنی باید یه ماه دیگه ببینم این فیلمو که همه این نظرات بیاد و بره از ذهن من، حرفا بیاد و بره. من هنوز روزنامه میخرم، من هنوز روزنامه میخونم آره. و میخونی توش نظراتو میخونی، یعنی اصلا حد وسطی وجود نداره توی اینها. آخه این تصویر زنی که تو ذهنت مونده از سینما کیه؟ قصد چیرین یادته؟ من به نظرم من ژیلا شاهی تو موقعیت مهدی بخوام بگم، نه اینکه کار خودمه، خیلی خوبه، چون من یکی از ستایشگران ژیلا شاهی هستم و به نظرم بود قصیه اینم بود بله دیگه. به نظرم هنوز هیچی ازش ندیدیم. قصیه اینم بود آره. و غیر از اون من میرم سراغ ناخودآگاه تصویر تا صحبت زن در سینما میشه، من تمام زنهای فیلم های مهرجویی میاد صف میکشن جلو،
از گوهر خیراندیش و تا فرهی بانو تا گلشیفته درخت گلابی تا لیلای لیلا لیلا بعد تا هامو سارا. بله سارا حتی من اصلا اسم خیلی کم یاسمین ملک نصر توی سارا توی سارا مثلا اینا هر کاری هم میکنم میگم خب با موضوع فکر کنی حالا یه جوابی بده که به شرایط و فلان الان ناخودآگاه خب میگه باید یه چیزی بگم که خونسا نباشه یعنی ما همزمان ولی دست خودم نیست دیگه تا صحبت میشه اینها میان وای میسم و جلوی چشمم و کاملا درست صادقانه میگم حتی فیلم های مهم ده الان فکر کنم مثلا با عقلم میتونم فکر کنم بگم فلان فیلم ولی تا میگید حتی گفتید امروز ولی بازم اونا جلوی چشم من بودن کاملا درسته برای که سارا یک تاریخ یک زن اعتراض سنتی که معترض و شوهر سنتی عقب افتادش ترک میکنه لیلا با سنت میجنگه و خیلی اصلا زنای مهم میان توی در واقع یعنی خیلی نکاته حتی گرشیفته توی در واقع درخت گلابی آقا در حالی که تو اون لحظه‌ای که من اون فیلم رو دیدم چنین تحلیلی که نداشتم من درگیر یک جادویی شده بودم دیگه ببینید این میشه که یعنی میره میشینه تو ذهنت و زمانی که برمیگردی راجب چراییش بررسی کنی میبینی اینها دلایلیه که تو اون لحظه با واژه ها ارتباط برقرار میکنه بعد برای حسش میره دنبال متاسفانه من. اکثر محصولاتی که من الان چه تو حوزه ادبیات دارم میگم چون میخونم و اینها قبل از حس چیزهای دیگر رو من واضح میبینم نمیذاره میدونید نمیذاره شکل بگیره برام مثل یه غذایی که مثلا همه چیزشو جدا جدا گذاشته باشن من انتظار داشتم تو بشقاب تم بزنی با آرزوی موفقیت برات که تو بتونی فیلم بعدی تو به خوبی بسازی سناریو خودت به سریال شبکه نماش توصیت به مدیریت فرهنگی امروز برای به سامان کردن فضای هنر سینما ما حالا سینما مونو میگیم و تئاتر که تو هم تئاتری هستی چه کار بکنه این فضا الان نابسامانه باید به سامان بشه باید چه کار کنه من چون یک مدیریت کوچولو پذیرفتم بخواد دبیری جشنواره تئاتر عروسکی بین‌المللی تهران مبارک اونم اینا نونی بود که خانم برومند و خانم جدیکار و اینا تو سفره ما گذاشتن گفتم بیا الان تو رو میشناسن الان تو مثلا میتونی کمک کنی به بچه های عروسکی هم مثلا دولتی ها دوست دارن هم فلان اینها مثلا بیا آقا یه کمک همه گفتم بیا ما اومدیم و شانس بد ما همه اتفاق ما خب رفته بودیم سراغ اسپانسر و فلان من یک چیز رو تجربه کردم این وسط اونم اینه که باید نه تنها مدیریت فرهنگی به نظرم مدیریت کلان جامعه اول خشمی رو که در بخشی از بخش امنیت جامعه وجود داره رو به رسمیت بشناسه نمیگم بگه درسته یا غلط اول باید به رس آقا عصبانیه الان که نمیتونی بگی برای چی عصبانیم بپذیر که عصبانیه وقتی تو بپذیری این خشم رو مرحله قدم اول رو برداشتی به خاطر هم خیلی از واکنش ها رو میفهمی الان وقتی ما یک واکنش رو نمیفهمیم میخواد که عامل اولیه رو به رسمیت نشناختیم اینو این خشم رو باید به رسمیت بشناسه از طرف هنرمندان از طرف جامعه حتی باید بپذیریم که جامعه دچار چنگانگی فرهنگی اصلا آقای اینا ماجراهای بعدیه من دارم میگم آقا یه آدمی که عصبانیه که نمیتونی قانعش کنی حتی اگر به حق باشی خب آقا عصبانیه اینو به رسمیت بشناس وقتی به رسمیت بشناسی یعنی احترام میذاری مثلا جشنواره عروسکی رو ما یه نشستی گذاشتیم با بچه‌ها که اتفاقا اونایی هم که معتقد بودن نباید برگزار بشه کسایی بودن که اصلا کار نداشتن بعد ما توضیح دادیم گفتیم آقا بعدها از این
حرکت و بخش‌های مثبتش در طول تاریخ یاد میشه، ولی هیچ کسی نخواهد گفت که 3 سال به خاطر کرونا و 2 سال به خاطر این ماجراها جشنواره عروسکی برگزار نشد و یک گسست تاریخی یعنی کسی که اومد دانشگاه با کسی که فارغ التحصیل شد یک اجرای زنده عروسکی ندید. هیچ کسی از این باگ گفتن نه فلان اینا، میگفتیم آقا باش رفتیم حرف زدیم، ما میگفتیم آقا الان نتیجه که ما میخواییم حاصل نمیشود، ولی اونجا اجازه دادیم داد و بیداد بکنن، یعنی خشمشو به رسمیت بشناسیم. به نظر من مدیریت فرهنگی باید خشم موجود رو به رسمیت بشناسه. نمیگم بپذیره، نمیگم کوتاه بیاد و بگه بله شما درست میگید، آقا حق داره عصبانی باشه، اون وقت واکنش ها رو میفهمه و واکنشی که به این واکنش نشون میده منطقی تر میشه. سکوت بخشی از این پذیرفتن این خشمه، بپذیره که در واقع اهالی هنر حق اعتراض دارن. من؟ حق اعتراض دارن، حق دارن اعتراض کنن، حق دارن حرفشون رو بزنن. من یه پله حتی انتظارم پایینه، یه پله عقبتر از اینم دارم میگم. نپذیر، به رسمیت بشناسه خشمو، بگه آقا الان اینا به غلط عصبانی هن. من دارم میگم اینو بگه، حتی من نمیگم اصلا بپذیره، چون نظرم شاید خیلی انتظار بیش از اندازه باشه. مرسی عزیزم، من دوستت دارم، دوست دارم بازی کنی فیلم های خوبی که بازی کردی، باز هم بازی کنی، زنده باشی و فیلم خوب بسازی و ما باز ببینیم و باز هم دیگه رو صحبت کنیم. من خیلی خوشحالم تو ریشت زدی، من ریش گذاشتم. آره آقا، من یه مثالی زدم توی امیر کبیر، در واقع میرزا آقاسی به امیر کبیر میگفت که زمانی ریشدارها رو میپسندیدن، من جوان بودم و ریش نداشتم، حالا بیریشها رو میپسندن، من پیر شدم و معاصرم. دارم ولی خیلی بهتون میاد آقا، خیلی بهتون الان دوره که بیریش ها رو میپسندن من ریش گذاشتم. نه ما گفتیم ریش رو بزنیم یه ذره ما از این چیزایی که میگن یه از خودش نگفتیم، حالا یه ذره بزنیم، یه ذره از اینا نشتیم. امیدوارم که بینندگان عزیز از این گفتگو خوششون اومده باشه. شب بخیر.